سرخط خبرها، ورود ملابرادر به کندهار. تمایل چین به برقراری رابط دوستانه با طالبان. اظهارات اخیر سخنگوی طالبان به نام خداوند بخشاینده مهربان. خوش آمدید به یک از دیگر ویدیوهای چینل وان اسمارت. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما این کانال را سابسکرایب نمایید. ورود ملابرادر به کندهار. سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر از ورود معاون سیاسی این گروه به کندهار خبر داد. با گزارش سپوتنیک، محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر امروز در تویترش از رسیدن ملابرادر معاون سیاسی این گروه در کندهار خبر داد. او در تویترش نوشت: ظهر امروز به سرپرستی محترم ملا برادر آخان، معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی افغانستان، یک هیئت بلند پای امارت اسلامی به کشور عزیز و خیش رسیدند و در میدان هوایی کندهار پایین شدند. یادآوری میکنیم که گروه طالبان تا کنون با جز از پیش همه ولایت های افغانستان را به تصرف خود در آوردند و هم اکنون در حال رایزنی برای تشکیل یک حکومت در افغانستان هستند. این در حال است که خبرگزاری افاق می نویسد: تمایل چین به برقراری روابط دوستانه با طالبان. رسانه های چینی به نقل از وزارت خارجه این کشور از تمایل بیجنگ برای برقراری روابط دوستانه با طالبان خبر دادند. با گزارش خبرگزاری شینوا، هوا جینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در جمع خبرنگاران با اشاره به سقوط کابل به دست تحریک اسلامی از تمایل بیجنگ برای برقراری روابط دوستانه با طالبان خبر داده است. او گفته است که طالبان نیز بارها ابراز امیدواری کردند که روابط محکم و خوبی با بیجنگ برقرار کنند و چین در بازسازی و توسعه افغانستان به طور فعال مشارکت داشته باشد. چند پیش خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که چین آماده است در صورت سقوط کابل طالبان را به عنوان حکومت مشروع افغانستان به رسمیت بشناسد. در همین حال سهیل شاهین از اعضای رهبری تحریک اسلامی طالبان گفته است سران این تحریک تا کنون چند بار به چین سفر کردند و با چینی ها روابط خوبی دارند. او گفته طالبان از سرمایه گذاری چین در افغانستان استقبال می کند و آمادن امنیت سرمایه گذاری را تامین کنند. طالبان از روز یک شنبه 24 سرطان کابل را تصرف کردند. گفته می شود که قرار است طالبان یک دولت انتقالی با شرکت چهره های سیاسی ایجاد کنند. در عین حال برخی از اعضای رهبری طالبان گفتند که نیاز به تشکیل دولت انتقالی نیست و امارت اسلامی دوباره احیا می شود. همچنان خبرگزاری افاق می نویسد: سخنگوی طالبان: جنگ پایان یافته است، یک دولت قوی ایجاد می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که جنگ پایان یافته است و بحث های جدی درباره نظام سیاسی جریان دارد. او گفته که یک دولت قوی قابل قبول ایجاد خواهد شد. مجاهد که پیش از این چهرهش مخفی بود، امروز سه شنبه 26 اسفند در نخستین نشست خبری خود جلوی دوربین رسانه ها حاضر شد. او گفت که افغانستان پس از مقاومت شدید توانست اشغالگران را بیرون کند. مجاهدین بیان کرد که آزادی و استقلال حقوق مشروع مردم افغانستان است. سخنگوی طالبان گفت که آنان با هیچ کس دشمنی ندارند و بر اساس فرمان رهبر طالبان همه از طرف امارت اسلامی عفو شدند. او گفت امارت اسلامی بعد از اینکه افغانستان آزاد شد با هیچ کس دشمنی نکرد و دشمنی هم ندارد. سخنگوی طالبان تصریح کرد افغانستان میدان جنگ دیگر نیست و
و ما دیگر نمیخواهیم جنگ ادامه یابد. از همین خاطر عفو عمومی اعلام کردیم. و در این راستا در پاسخ به پرسش طالبان مردم را عفو کردید؟ آیا مردم آنها را عفو کردند؟ گفت آسیب دیدن از جوانب جنگ است، شکست دادن دشمن بدون صدمه و آسیب ممکن نبود. افراد ما هم خود را منفجر کردند. بحث برای توافق سیاسی. ذبیح الله مجاهد در ادامه گفت که بحث های جدی برای توافق سیاسی و تشکیل نظام و یک حکومت قوی و قابل قبول ادامه دارد. او گفت بحث های جدی در جریان است برای ساختن یک حکومت فراگیر و همه شمول که به زودی شاهد برپای اش خواهیم بود. سخنگوی طالبان در مورد امنیت نمایندگی های کشورهای خارجی اطمینان داد و گفت که تأمین امنیت سفارتخانه ها برای ما مهم است و امنیت تمامی نهادهای خارجی و داخلی تأمین می شود. او بیان کرد که به تمام کشورهای خارجی که در افغانستان نمایندگی سیاسی دارند مطمئن باشند که هیچ آسیبی به آنان نمی رسد. آقای مجاهد تأکید کرد که از افغانستان علیه هیچ کشور خارجی استفاده نخواهد شد. حقوق زنان. سخنگوی طالبان در ادامه گفت که حقوق زنان یک بحث جدی است. او بیان کرد ما اطمینان می دهیم که حقوق زنان در چوکات اسلام در نظر گرفته می شود و آنها می توانند مطابق قوانین اسلامی و فعالیت هایشان ادامه بدهند. پس از سقوط دولت اشرف غنی و به قدرت رسیدن طالبان نگرانی مورد حقوق زنان جدی شده است. اما سخنگوی طالبان اطمینان می دهد که امارت اسلامی به حقوق تمام شهروندان افغانستان به ویژه زنان احترام قائل هستند. فعالیت رسانه ها. مجاهد تاکید می کند که برخورد طالبان با رسانه ها بر اساس اصول خواهد بود و از رسانه ها خواست تا به نشرات خود ادامه دهد. مجاهد می گوید طالبان می خواهند همه رسانه ها با فعالیت خود ادامه دهند، در صورتی که هیچ تلویزیونی نباید با ارزش های اسلامی مغایرت داشته باشد، همچنین بی‌طرف باشند و نباید خلاف منابع ملی نشرات داشته باشند. سخنگوی طالبان گفت ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم که بر اساس نژاد، مذهب نزاع ایجاد کند و ما افغانستان متحد برای همه می خواهیم. طی روزهای اخیر با تسلط طالبان بر شهرها نشرات رسانه ها مختل شده بود. تشکر از اینکه تا آخرین ویدیو همراه من بودید. منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. تا ویدیوی دیگر بدرود.